Always have been. Always will be. از اونجایی که به زودی قرار فصل دوم سریال لوکی شروع به پخش بکنه، میخواییم بریم تو این ویدیو در مورد ویکتور تاینلی بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و یه چند تا نکته هم در موردش بهتون بگم که مقداری آشنایی بهتر بهش پیدا بکنید، یه مقایسه با شخصیتی که توی دنیای MCU هم داره با هم دیگه داشته باشیم. اصلا بهتون بگم که برای کسایی که دلشون میخواد سری کمیکای کنگو بیان بخونن، از کجا شروع بکنن، کدوم داستانو بخونن بهتره. و یه نکته مهمتری هم که ما میدونیم اینه که احتمال خیلی زیاد کنگی که داریم اینجا میبینیم ویلن اصلی داستانی که داره جلو میره نیست و ویلنی که پشت پرده ماجراست یه نفر دیگه است. قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم، حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدیم. همونطور هم که میدونیم من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ ویکتور تاینلی. I've been pulled through time between the past and the present. Hello? اتفاقاتی که ما توی سریال دیدیم اینطوری بودش که شاخه‌های زمانی مختلفی به وجود اومد. این باعث شد که گونه‌های مختلفی از کنگ آزاد بشن و برگردن برن و اون جنگی که قرار پیش بیاد، اتفاقات مولتیورسی اینجا ببینیمشون. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که در ابتدا فقط یه دونه کنگ وجود داشت، ولی الان داریم گونه‌های مختلفی رو می‌بینیم. اینجا توی اتفاقاتی که میفته یه دونه از اونها برمیگرده به سال 1901 و تبدیل میشه به ویکتور تاینلی. اون وقتی که میره تو این شهر جدید شروع میکنه با اون رباتایی که داره، تکنولوژی که بلده و علمی که داره، شروع میکنه یواش یواش این شهر رو ساختن و اونو تبدیلش میکنه به کورونوپولیس. این یه شهر خیلی بزرگ و پیشرفته ایه که امکانات خیلی زیادی هم داره. اصلا برای چی میاد همچین شهری رو میسازه ویکتور تاینلی یا همون کنگ که اصلا شهرساز هم بود؟ خب معلومه هدفش اینه که زمان رو فتح کنه. شخصیت ویکتور تاینلی که داریم میبینیم خیلی کم توی کمیکا در مورد صحبت شده. هر جایی هم که دیده میشه میگه که من کنگ نیستم، یه مقدار کاراکتر پیچیده ای داره. ولی باید این موضوع رو بهتون بگم، با اینکه کم دیده شده ولی ارتباط خیلی زیادی با شورای کنگ داره. اتفاقاتی که داره توی کنگ داینستی میفته پایه‌های ابتدایی و اون رباتایی که دارن و تکنولوژی که دارن یه طوری ویکتور تاینلی شروع شده و اینطوری که اصلا ویکتور تاینلی کسی بودش که اون نگهبانای رباتیکو میاد برای کنگ میسازه. تو این ریتم مسیری که این کمیک داره اینطوریه که اصلا کنگ با همین نیروهای نگهبان میاد شروع میکنه و شورا رو دست خودش میگیره. اینجا ما 8 پادشاهی قدرتمند یا کنگ داشتیم. اتفاقاتی که تو اینجا داره میفته و این روندی که شورای کنگ داره اینطوریه که میان میرزن سر همدیگه و شروع میکنن همدیگه رو زدن و در و داغون کردن تا یه نفر قهرمان این اتفاقات بشه و پادشاه اصلی بشه. یه چیزی تو مایه بتل وردیه که توی سیکرت وارز قراره ببینیم. اتفاقاتی که اینجا پیش میادش توی ریتم مسیر کمیکی داریم، آخر سر اون کنگی که به عنوان پادشاه میمونه با کاپیتان امریکا میان شروع میکنن با همدیگه مبارزه کردن. تو اون نبردی که دارن اونجاست که کاپیتان امریکا برنده میشه و کنگ رو شکست میده. این اتفاقاتی که توی این روند ریتم داستانی کمیکا داریم خیلی متفاوت با اون چیزیه که حالا داره توی MCU به ما نشون میدن. یه نکته کلی در مورد تایملاین اتفاقاتی که با کنگ داریم وجود داره و اونم اینه که بارها داستانش رو تغییر دادن. یعنی نمیشه گفتش که کدوم یکی از این کمیک‌ها رو بخونیم میتونیم اطلاعات بیشتری ازش بفهمیم. یه جایی هستش که اونو میان به عنوان کاراکتر مورتیس با معرفی میکنن، کاراکتری که اصلا نمیگه کنگ، دلش نمیخواد اصلا جزوی از کنگا باشه. و این ریتم روند اینطوریه که بارها اتفاقات براش تغییر میکنه. توی کمیک‌های مختلف میان و اشاره‌های کوتاهی به شخصیت کنگ میکنن. چون بیشتر اتفاقاتی هم که داره برای کنگ میفته برمیگه به دهه 60 و 70 و کمیکایی که وجود داشته، اگه بخوایم بریم سراغ یه تایملاین و یه خط زمانی درست برای این کاراکتر پیدا بکنیم واقعا به نتیجه‌ای نمیتونیم برسیم. برای اینکه بتونیم با شخصیت کنگ ارتباط بهتری برقرار بکنیم، بهتره که بریم به همین کاراکتری که توی دنیای MCU توجه بکنیم. اگه نگاه بکنید توی حرفایی که به لوکی و سلوی میزنه بهشون هشدار میده، برمیگرده میگه اگه من بمیرم با شیطان اصلی روبرو میشید و میکنید مثلا من شیطانم چون شما هنوز گناهای مختلفی از من رو ندیدید. و خب راست هم میگفت، این شورای که در انتهای انتمن اومدن رو به ما نشون دادن، دارید میبینید که از راماتات گرفته تا بقیه گزینه‌هایی که اونجا هستن واقعا موجودات خطرناکی هستن. این شورای کنگی که داریم میبینید توی سری کمیک 267 اونجرز تو سال 1988 بود که یه مقداری بهش اشاره شد. بعدن توی چند تا شماره بعدی توی شماره 292 بود که اومد اطلاعات بیشتری در موردش بهمون داد. حالا اینم بهتون بگم، اصلا تمرکز اصلی روی کنگم اونجا نبود، داشته اصلا درگیری نیمور رو به ما نشون میداد. اصلا بیشتر اتفاق روی نیمور جلو میرفته، ولی خب یه اشاراتی هم به کنگ میشده.
چرا یه همچین اتفاقی توی ریتم کومیکا همیشه بوده؟ به خاطر اینکه هر جایی که پای سفر در زمان وسط می اومدش می اومدن می گفتن خب قراره یه اتفاقی بیفته توی زمان سفر بکنیم، خب کی بهتر از کنگ بیاریم اونو بذاریمش توی کمیک. اینطوری بوده که بارها توی کمیک‌های مختلف داریم می‌بینیم که هیچ ارتباطی به کنگ نداشته به اون موجود اشاره شده و اومدن گفتن که کنگ هم اینجا بوده و یه همچین کاری رو انجام داده. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما داریم MCU رو نگاه می‌کنیم. ریتم مسیر داستانی که در مورد کنگ دارن میگن یه مقداری متفاوته. ویکتور تاینلی که داره به ما نشون میده توی سال 1901 سفر نکرده و اینجا جایی هم که اصلا داره به ما نشون میده در از شیکاگوه و سال 1893 رو داره به ما نشون میده. این خودش واقعا یه تغییر خیلی بزرگی که اینجا دارن نشون میدن. ویکتور تاینلی میاد میره توی 1901 تا شروع بکنه به پیشرفت کردن که بتونه قرن 20 فتح بکنه، ولی خب این کاری که اینجا داره ام سی او انجام میده این که داره نمایشگاه شیکاگو سال 1893 رو به ما نشون میده یه هدف بزرگتری پشتش هست. این بازه زمانی که انتخاب کردن بازه زمانی جالبی، یه قاتل سریالی معروف به اسم اچچ هم اون زمان بوده که یه مقداری داره اشاره میکنه به کارهایی که کنگ داره انجام میده و ریتم مسیری که جلو میبره. چرا؟ چون کنگ شروع میکنه کنگای دیگر رو میکشه، یه مقداری حالت قاتل سریالی بودن داره. حتی این بازه زمانی یه مقداری اشاره میکنه به تسلا و ادیسون و حتی رفتاری هم که ویکتور تاینلی هم داره دقیقاً همون شکلیه. حالا این چیزی که میخوام بهتون بگم شاید یه مقداری نظرتون بی ربط باشه، ولی ما یه کاراکتری داشتیم به اسم پروفسور مارولی که توی شهر اوزن بود، یه جادوگری کلاهبردار بود، در اصل یه شعبده باز بود که ادعا میکرد یه جادوگره. توی اون اتفاقات اون فیلمی هم که داشت یه چند تا نقش مختلفی بازی میکرد، مثلا نگهبان در ورودی بود، این که میاد خوش تغییر میداد، یه مقداری داره اشاره میکنه به کنگ. حتی توی سریال واندا ویژن هم دیدیم که به شهر اوز هم اومده بودن و اشاره کرده بودن. این داره یه طورایی نشون میده که دی ان ای که معمولا فیلمای مختلفی که داریم میبینیم الهامات خیلی زیادی از روی کاراکترهای قدیمی میاد میگیره و مارول هم از این ماجرا دور نیست و این اتفاقو داره تجربه میکنه. حالا نمایشگاه شیکاگو که اینجا داریم میبینیم سال 1893 رو داره به ما نشون میده. بیام یه مقداری جلوتر میرسید به جایی که توی داستان و ریتم مسیری که کاپیتان آمریکا داشت نمایشگاه استارک دیدیم توی سال 1943، یعنی توی یه بازه زمانی 50 ساله داره به ما یه چیز مشابهی رو نشون میده. میخواد بگه استارت اولیه و اختراعهای مختلفی که پیش اومده داره از اون زمان پیش میادش، یعنی ویکتور تاینلی کسی بوده که اون زمان همه چیز رو پایه اولش رو ریخته. این نکته خیلی خوب و مثبتیه، به خاطر اینکه ما توی ریتم مسیر کاپیتان آمریکا این موضوع هم دیدیم که یه دونه از اون رباتایی که ویکتور تاینلی درست کرده بود، یعنی همون مشعل انسانی، هم اونجا به ما نشون داده بودن. خب شما اینو میدونید اصلا ویکتور تاینلی کسیه که میادش اون اندرویدو توی همون بازه زمانی خودش تولید میکنه. بعدن توی اتفاقاتی که میفته میاد و از اون موضوع میرسه به ویژن و خب این خیلی نکته مهمیه. اینجا داره مارول سعی میکنه از طریق ویکتور تاینلی و استفاده از اون شخصیت بیاد و یه پل ارتباطی بین فیلم‌های مختلف خودش برقرار بکنه. الان اتفاقاتی که داره میفته اینطوریه که کل پازل چیده شده. با اضافه کردن ویکتور تاینلی توی بازه زمانی مناسب شما میتونید ببینید که تمام اون پیوندهایی که قرار بود توی اتفاقات گذشته پیش بیادش خیلی قشنگ جلو میره و داره نشون میده که تمام پیشرفت و امکانات جلوتری که دیدیم و اتفاقاتی که بعدش داشت پیش میومد پایه ابتداییش رو ویکتور زده. حالا برای کسایی که دنبال اینن که بیان داستان کنگو بخونن بهتون پیشنهاد میدم که از خود کمیک کنگ فاتح بیاید استفاده بکنید. یه ریتم مسیری داره، یه حلقه ای داره نشون میده که اتفاقات جالبتری هم توش پیش میاد. قبلا یه ویدیو براتون آماده کرده بودم در مورد اتفاقاتی که تو این کمیک پیش میادش با هم دیگه صحبت کرده بودیم و میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه. ما حتی یه جایی از کمیک داریم ونوم رو میبینیم که تبدیل شده به پادشاه سیمبیوتا و داستان سفر در زمان و اینا میتونه یه ارتباط خیلی خوبی با کنگ داشته باشه. اگه شما بخواید برید شروع بکنید کمیک‌های مختلفی که کنگ حضور داشته رو بخونید یه مقداری گیج میشید، چون بارها داستانش تغییر کرده، اشارات مختلفی به قدرت‌هایی که داشته شده و اومدن این تغییراتی که روی گونه‌های مختلف اون دادن باعث میشه که یه مقداری نتونید داستان اصلیشو درک کنید. وقتی که فصل دوم سریال لوکی شروع بشه خب هر جایی که لازم باشه و نیاز باشه بخوایم بریم به این کمیک‌های مختلف سر بزنیم و میام و بهتون میگم اینطوری میتونید اطلاعات بیشتری نسبت به اون کمیک‌هایی که یه مقداری هم به هم ریخته است و داستانش هم گیج کننده است به دست بیارید، البته اگه توی سریال بیان و بهش اشاره بکنن. در مجموع اینا تمام نکاتی بود که میتونستم در مورد ویکتور تاینلی و کنگ بهتون میگم. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشه. حتما اگه نظر تئوری داری داخل کامنت‌ها برام
بنویس لایک و ساب و زنگوله هم فعالش بکن، اینطوری میتونی به محتوای جدید راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال و ویدیوی جدید رو تماشا بکنی و ویدیو بررسی اطلاعات جدیدی که در مورد سریال هاوس آف دراگون فصل دوم وجود دارن براتون میذارم اینجا که میتونی کلیک بکنی بری تماشا کنی و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیوی بعد. بدرود.